بارون میاد جر جر گم شده راه بندر. استانبول برای من همیشه تداعی کننده دو موضوع بوده: شهر مقصد هزاران ایرانی گریزان از جنگ در سالهای نچندان دور، و شهری که محل زندگی سمین باخشبان، آهنگساز صاحب نام و مهاجر ایرانیه. در بهار 1385، زمانی که به طور ناگهانی موقعیت سفری کوتاه به استانبول دست داد، اونچه بیش از هر چیزی ذهن منو مشغول کرد این بود که آیا ممکنه سمین باخشبان قبول کنه که به دیدارش برم؟ طاقت نیاوردم که به اونجا برسم. یک روز پیش از پرواز بهش زنگ زدم و گفتم آقای باخشبان، من دارم میام استانبول. اگه ممکن باشه خوشحال میشم شما رو ببینم. آقای باخشبان برخلاف تماس‌های قبلی که کمی سخت و اخمو به نظر میومد، این بار خیلی گرم برخورد کرد. گفت حتما از هتل بهم زنگ بزن تا راهنماییت کنم چطوری بیای. زمانی که تاکسی از فرودگاه در خارج از شهر به طرف مناطق مرکزی استانبول حرکت می‌کرد، من با دیدن منظره محله‌های مختلف شهر به این فکر می‌کردم که سمین باخشبان در کجای این شهر بزرگ زندگی می‌کنه. بلافاصله از هتل بهش زنگ زدم. خونش اون سوی دیگه شهر بود. آدرسی رو که همیشه روی پاکت‌های پستی براش می‌نوشتم، این بار از روی تابلوی خیابون‌ها و پلاک خونه‌ها دنبال می‌کردم. حس عجیبی بود. مثل اینکه بعد از سال‌ها خبردار بشی خانواده‌ات عضو دیگه‌ای داره و برای اولین بار بخوای به دیدارش بری. آقای باخشبان پایین پله‌های آپارتمانش منتظرم بود. هیچ چی به ذهنم نمی‌رسید که موقع دیدنش بگم. وقتی دیدمش با همه وجودم فقط گفتم سلام آقای باخشبان. اونم با محبت زیاد گفت خوش اومدی. آقای باخشبان دیگه شباهت خیلی کمی به عکسایی که ازش دیده بودم داشت. حتی آخرین عکسی که روی جلد صفحه رنگین کمون ازش چاپ شده. 25 سال از اون روزا گذشته بود و من همچنان انتظار داشتم باخشبان رو شبیه اون عکس ببینم یا عکسایی که توی شماره‌های دهه 1330 مجله موزیک ایران ازش چاپ شده بود. باخشبان به جای اتاق نشیمن منو به اتاق کارش راهنمایی کرد. روی میز پر از پارتیتورهای دستنویس بود که ظاهراً در حال تصحیح بخشایی از اونا بود. توضیح داد که پسرش در تلاش کارهاشو با کامپیوتر اجرا کنه. منم با خوشحالی گفتم چه خوب، به این شکل اقل میشه کارها رو شنید. باخشبان فقط سری تکون داد و گفت بله، چاره دیگه ای نیست. بعدم مکسی کرد و پرسید اگه کمی مشروب بخورم شما ناراحت میشین؟ چند دقیقه بعد خانم باخشبان وارد شد، اولین. فارسی رو با چنان لهجه تهرانی صحبت میکرد که باورم نمیشد اهل ترکیه است. اولین بعد از اینکه درسش رو تو آنکارا تموم کرد و با سمین ازدواج کرد، به ایران اومد در سال 1330 و تمام توانش رو در سالهای بعد برای پرورش هنرجوها در رشته آواز به کار برد. خانم باخشبان به من که به تازگی از ایران اومده بودم چنان برخورد میکرد که گویی خودش در غربت زندگی میکنه و من از کشور اون اومدم. سلسله وار و با تمام وجودش از خاطرات ایران صحبت میکرد. میگفت زمانی که انقلاب شده به مدرسه محل تدریسش در تهران ریختن و به بچه‌ها گفتن خانم باخشبان چه افتضاحاتی در اینجا به پا می‌کرده، و بچه‌ها گفتن خانم باخشبان به ما جا داده برای خوابیدن، غذا داده و بهمون گفته دروغ نگیم، درس بخونیم و کار کنیم. گفت بعد از سالها که به ایران سفر کرده خواستم برم خیابون پهلوی، گفتن نامش عوض شده. خواستم برم تخت طاووس، گفتن نامش عوض شده. گفتم عباس‌آباد، گفتن نامش عوض شده. و منم گفتم نام ایران عوض نشده؟ در اتاق پذیرایی منزل عکس بسیار بزرگی از یک گروه آواز جمعی به رهبری اولین باخشبان نصب شده بود. در حین صحبت‌ها سمین معمولاً سکوت می‌کرد، ولی من دائم سعی می‌کردم ازش سوالای جور و جور کنم. از دوران ترک ایران می‌گفت و اینکه چقدر استانبول رو دوست داره. به آتاتورک ارادت عمیقی داشت و قطعه‌ای هم در بزرگداشتش ساخته بود. نوار اون رو برام گذاشت و زمان پخشش خودش و اولین با هیجان با نوار می‌خوندن. ضبط کوچیکم رو هم همراهم برده بودم. از سمین خواستم از دوران کار و زندگیش و ترک ایران و زندگی در ترکیه بگه. قبول نکرد.
من هم با لحن بچه‌های لجوج پافشاری کردم که من باید یه یادگاری از شما داشته باشم. و باغچه‌بان فقط پذیرفت که یکی از سروده‌های خودش رو برام بخونه. من با اشتیاق ضبط رو روشن کردم و اونم با مهر برام به یادگار خوند. کشتی کاغذی با کاغذ و نی و چوب کشتی می‌سازم. اسم ایرانم رو کشتی می‌ذارم. می‌بندم به دکلش پرچم سرنگ، به پرچم و پیکر و اسمش می‌نازم. براش دریا می‌سازم با برج و بندر، میندازمش تو آب و میگیره لنگر. بادبون کاغذیش پر میشه از باد، میگرده دور دنیا بندر به بندر. هوا طوفانی شد و کشتیم تو راه، ساحلش دور و راهش گرداب و چاه. کنده شده دکل و پرچم و برجش، آسمونش سر تا سر ابر سیاه. بادبون و پرچمش میگیرم از باد، در میارم دکلش از چنگ گرداب. میرونم این برق و باد از آسمونش، تا از نو نسازمش نمیرم بخواب. بیا کشتی رو چوبت خاتم بشونم، رو دیوارت نگین و مینا بشونم. ببافم بادبونت، ببندم حسن، بشینم روی موج و دریا برونم. با باغچه‌بان به حیاط جلوی منزل رفتیم، چند تا عکس گرفتیم. زمان رفتن خانم باغچه‌بان به من گفت سلام ما رو به ایران برسونین. در راه بازگشت با این فکر سرخوش بودم که باز هم موقعیت سفر به استانبول رو فراهم میکنم و به دیدار خانم و آقای باغچه‌بان میام. برنامه‌ام رو هم برای همین تابستون تنظیم کرده بودم که در آخرین روزهای اسفند ماه و در آستانه نوروز ایمیل کوتاه یک دوست منو از درگذشت سمین باغچه‌بان آگاه کرد. فقط یک روز به نوروز مونده بود. ریتم قطعی از باغچه‌بان با نام نوروز تو راهه مثل پتک به سر من کوبیده می شد و صدایی تو ذهنم جواب می داد دیگه نوروز تو راه نیست. سمین باغچه‌بان چند سال پیش وقتی کتابم رو که حاوی اطلاعاتی درباره خودش بود براش فرستادم، نسخه های دستنویس از مقاله هاش رو به عنوان قدردانی برام فرستاد. همه اونها در ایران جا موندن. حتی یک نمونهش رو هم ندارم که چند جملهش رو براتون نقل کنم. وقتی به این موضوع فکر میکنم یاد قطعه از شیدا قرشداغی میافتم. یه قطعه پیانویی که حدود 10 سال پیش در اتریش ساخته بود و نامش رو گذاشته بود ما بی وطنها. من احساس شیدا رو برای نامگذاری اون اثر امروز میفهمم. ما بی وطن ها.